به نام خدا، سید کمال رضایی هستم. در خدمتون هستم با آموزش ساخت سیستم فعالسازی پیامکی شبیه واتساپ و تلگرام در برنامه‌نویسی اندروید. توی این بخش من توضیحاتی رو در مورد اصل دوره آموزشی میگم، سرفصل‌ها رو عنوان میکنم و از بخش‌های بعدی آموزش میریم سراغ حالا اصل اون کاری که میخوان انجام بدیم. پس عنوان دورمون هست فعالسازی پیامکی در اندروید، که در واقع از اندروید PHP و MySQL استفاده میکنیم برای پیاده سازی این سیستم. توی این آموزش، توی این بخش در واقع من چند تا نکته رو توضیح میدم. اول شیوه تدریس هست. شیوه تدریس من شبیه بقیه آموزش هایی که داشتم عملی همراه با مثال هست، یعنی خودمون رو درگیر مسائل تئوری نمی کنیم و میریم سراغ اصل مطلب و توضیح میدیم که چطور میتونیم حالا با کد نویسی یک کار خاصی رو انجام بدیم. کد هایی رو که می نویسیم در انتها تحویل میدیم به شما، یعنی زمینه این پروژه خواهد بود، زمینه این دوره آموزشی خواهد بود که میتونید از سورس کد ها استفاده ببرید. در انتهای هر دوره ما یک نتیجه گیری خواهیم داشت، همچنین در ابتدای هر در واقع بخش یک مقدمه یک توضیح در مورد قسمت قبل خواهیم داد و سعی کردیم زمان ویدیو هم کوتاه باشه، یعنی حداکثر 20 دقیقه، چند دقیقه کمتر یا بیشتر، به این دلیل که خسته کننده نباشه. مورد بعدی که بررسی میکنیم بحث سرفصل هاست. سرفصل هایی که توی این پروژه بررسی میکنیم، بخش اولش معرفی پروژه و تحلیل ابتداییه که این رو من همین الان یک توضیح کلی در موردش میدم و بعد میرم سراغ سرفصل ها. من اینجا یک تصویر دارم روی این توضیح میدم که به طور کلی چه عملیاتی رو میخوام انجام بدم. اینجا من سه تا بخش دارم. بخش اول موبایل هست یا اون دستگاه کاربر. اینجا PHP و MySQL رو با هم دارم که روی سرور من هست و یک SMS gateway دارم، یعنی در واقع یک gateway که من میتونم پیامکم رو از طریق اون ارسال کنم. حالا تو این در واقع بین چه اتفاق میفته؟ کاربر شماره موبایلش رو وارد میکنه و میفرسته به سمت PHP و MySQL. وقتی که این اتفاق افتاد، PHP MySQL یک کد فعالسازی رو به صورت تصادفی ایجاد میکنه و ارسال میکنه به سمت کاربر به وسیله گیتوی، یعنی اینو میده گیتوی ما SMS رو به صورت واقعی ارسال میکنه روی دستگاه کاربر. کاربر SMS رو روی گوشیش میبینه که اون حالا کد فعالسازی رو داره. اون کد فعالسازی ما که حالا اینجا بهش گفته OTP ارسال میکنیم به سمت PHP MySQL و PHP MySQL با استفاده از پایگاه داده تشخیص میده که کاربر کد صحیح رو وارد کرده یا خیر. این روال کلی کار ما هست. پس ما چهار تا عنصر داریم. اگر PHP و MySQL رو جدا از هم در نظر بگیریم، یک بخش اندروید داریم، یک بخش PHP داریم، یک بخش MySQL داریم و یک بخش SMS gateway که هر کدوم از این بخش ها رو مطرح میکنه و در موردشون توضیح میدیم. بخش اولی که مطرح میکنیم طراحی بانک اطلاعاتیمون هست. ما از بانک اطلاعاتی MySQL استفاده کردیم. شروع میکنیم به ساخت بانک اطلاعاتیمون توی MySQL. تحلیل میکنیم بانک اطلاعاتیمون رو که به چه جداولی، به چه سطرها و ستونهایی و به طور کلی به چه اطلاعاتی ما نیاز داریم توی جدولمون و توی بانک اطلاعاتیمون. در واقع توی این قسمت بعدی هم ما میام بانکمون رو طراحی میکنیم، اون بانکمون رو میسازیم و یک سری اطلاعات نمونه رو وارد میکنیم توش و تستش میکنیم که از صحت کار کردش مطمئن بشیم. توی بخش دوم میریم سراغ PHP. بانک اطلاعاتی رو توی بخش اول مطرح میکنیم، توی بخش دوم یک REST API توی PHP میسازیم. در واقع میام توی PHP اول میگیم که چطور به بانک اطلاعاتی متصل بشیم، جیسون رو معرفی میکنیم و میگیم جیسون چی هست و چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه.
در واقع یک چارچوب کلی میسازیم برای اون API مون که ارسال و دریافت اطلاعات رو میخواد انجام بده. خب به هر حال ما از برنامه اندرویدمون نیاز داریم که اطلاعاتی رو بفرستیم و دریافت کنیم از سمت به سمت PHP مون. در واقع این چارچوب کلی رو میسازیم، بعد میریم سراغ اون بخشی که کاربر باید توی برنامه عضو بشه، البته اون قسمت PHP کار رو ما مینویسیم. بعد میریم سراغ وقتی که کاربر درخواست پیامک فعالسازی میده، یعنی ایجاد پیامک فعالسازی و ذخیره تو پایگاه داده، و توی بخش بعدی میریم سراغ چی؟ تایید کردن کد وارد شده توسط کاربر. پس ما توی بخش اول آموزش میام این قسمت PHP و MySQL رو به طور کامل انجام میدیم، در بخش اول و دوم آموزش. خب بخش بعدی ما گیتوی ما هست. ما میام از یک API یک وبسایت استفاده میکنیم که حالا معرفیش خواهیم کرد، برای ارسال در واقع واقعی پیامک. ما میخوام پیامک رو بالاخره روی دستگاه کاربر ارسال کنیم و کاربر اون پیامک رو به صورت حقیقی و واقعی مشاهده کنه. پس ما از یک گیتوی استفاده میکنیم که توی این بخش سوم در موردش توضیح میدیم. توی بخش چهارم ما میریم سراغ برنامه اندرویدمون، یعنی این سه بخش رو که بررسی کردیم، یک دو و سه، میریم سراغ اپلیکیشن اندرویدمون. یک پروژه جدید توی اندروید استودیو ایجاد میکنیم و یک امولیتور ران میکنیم برای اجرای حالا اون اپلیکیشنمون. میگیم که چطور توی برنامه اندروید به اینترنت متصل میشیم و از جیسون استفاده میکنیم. یک صفحه عضویت ایجاد میکنیم و متصل میشیم به REST API که توی در واقع این PHP ایجاد کردیم. پس تا اینجا ما میتونیم در واقع اندروید متصل کنیم به PHP. اون صفحه ورودمون و کد فعالسازیمون رو میزنیم. در واقع کاربر وقتی که شماره موبایلش رو میزنه پیامک براش میاد و تو صفحه دوم که حالا دریافت در واقع ورود کد فعالسازی هست، میتونه اون کد فعالسازی رو بزنه و حالا تایید بشه که میره تو، حالا در واقع مجاز هست که وارد اپلیکیشن بشه یا خیر. همچنین صفحه اصلی و اون نمایش اطلاعات کاربر رو داریم که اگر کاربر وارد شده بود باید اطلاعاتش نشون داده بشه، و ساخت دکمه خروج از حساب کاربر رو داریم که کاربر میتونه از حساب کاربریش خارج شه. توی این چهار بخش ما به طور کلی توی بانک اطلاعاتیمون توی PHP در واقع گیت‌وی و اندروید مطرح میکنیم که چطور میتونیم هر کدوم از اینها رو پیاده سازی کنیم و همه رو با هم ارتباط در واقع بدیم و به هم متصل کنیم. یک سری پیش نیازها این دوره داره. یک تسلط نسبی به اندروید نیاز هست، به PHP نیاز هست، به بانک های اطلاعاتی مخصوصا MySQL نیاز داریم و حالا یک سری اطلاعات عمومی از اینترنت. نکته‌ای که وجود داره این که نیازی نیست در واقع اینها رو خیلی مسلط باشید. حالا من نوشتم تسلط نسبی، ولی خب آشنایی خیلی مقدماتی هم کافیه، چون ما سعی کردیم مطالب رو به صورت در واقع پایه توضیح بدیم و خیلی نیاز به مقدمه نباشه حالا برای اون آموزشی که داریم. برای منابع دوره هم از این 4 تا وبسایت من استفاده کردم که در واقع شما میتونید استفاده کنید. البته همه وبسایت های انگلیسی زبان هستن که حالا مهم هست که برای استفاده از این وبسایت ها با زبان انگلیسی آشنا باشید. خب به معرفی کلی پروژه رو انجام دادم. بعد از این دوره آموزشی شما میتونید اپلیکیشن هایی رو بنویسید، شبیه حالا اون واتساپ، تلگرام و اپلیکیشن های دیگه که با پیامک کار فعال سازی رو دارن انجام میدن. میتونید اپلیکیشن های از این دست بنویسید و اون وریفای کنید در واقع کاربر رو با ارسال پیامک به در واقع اون کاربر. و نکته‌ای که وجود داره، آموزش هایی که مطرح میشه تو این دوره صرفا برای این پروژه کاربرد نداره، یعنی شما با یادگیری مطالبی که عنوان میشه میتونید توی پروژه های بیشمار دیگه از این مطالب استفاده کنید. امیدوارم که این دوره آموزشی در واقع مفید و فایده واقع بشه و بتونید استفاده کافی رو ازش ببرید. نکته آخر که قبلا هم گفتم مجددا تکرار میکنم که سورس کد های پروژه‌ای که ساخته میشه زمینه این دوره آموزشی هست که میتونید استفاده کنید. تا در واقع شروع آموزش و بخش بعدی آموزش که حالا میریم سراغ در واقع کار اصلی که میخوام انجام بدیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.